دبیر کل سازمان ملل متحد در پیام خود به مناسبت روز جهانی جوامع دور از وطن با تاکید بر مهاجران خواستار اقدام جهانی برای قلب بر نجات پرستی و تبعیض علیه مردم آفریقایی تبار شد همکارم در این زمینه گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم در دسامبر 2013 مجمع عمومی سازمان ملل دههی را در سطح بین المللی برای حمایت از افراد آفریقایی تبار اعلام کرد تا در این دهه مسائل مربوط به شناخت عدالت و توسعه در سطح جهانی مورد بررسی قرار گیرد. این دهه از سال 2015 با هدف ارتقای حقوق مردم آفریقایی تبار افزایش آگاهی از مشارکت های فرهنگی آنها و تقویت چارچوب های قانونی برای مبارزه با تبعیض نژادی آغاز شد. در سال 2021، سیه آگوست هم به عنوان روز جهانی جوامع دور از وطن شناخته شد. آنتونیا گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورهای عضو خواست که دومین دهه بینان مللی را برای کمک به تسریع تلاشهای جهانی برای تغییر واقعی اعلام کنند. دبیر کل سازمان ملل همچنین اشاره کرد که چگونه افراد آفریقایی تبار از طریق فعالیت و مدیریت به جامعه کمک کردند او تاکید کرد با این حال میراث غیر قابل تحمل بردگی و استعمار پا برجاست دبیر کل سازمان ملل متحد در ادامه گفت نجات پرستی سیستم گسترده است و همچنان به شکلهای جدید تغییر می کند. از جمله در فناوری های جدید جایی که الگوریتم ها می توانند تبعیض را تقویت کنند وی در ادامه گفت سازمان ملل متحد ریشه کردن مزرات نجات پرستی و تبعیض نژادی را در اولویت قرار داده و یک دفتر جدید ضد نجات پرستی ایجاد کرده است که به نجات پرستی در محیط کار رسیدگی خواهد کرد گوترش همچنین گفت ما همچنین به همراهی دولت ها نیاز داریم که با پیش برد و اجرای سیاست ها و قوانین برای مقابله با نجات پرستی سیستماتیک و تضمین فراگیری آن در این مسیر ما را همراهی کنند او همچنین گفت که برای رسیدگی به جرایم بردهداری نیاز به عدالت جبرانی وجود دارد دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار تلاش های جهانی برای ساختن جهانی برابر همراه با فرصت و عدالت برای همه شد کارشناسان منصوب شده توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد نیز خواستار پایان دادن به نجات پرستی در آستانه روز جهانی جوامع دور از وطن شدند و در عین حال از آن داشتند که میلیون ها نفر آفریقایی تبار در سراسر جهان همچنان قربانی نجات پرستی سیستمی و ساختاری و تبعیز نژادی هستند. این کارشناسان همانند دبیر کل سازمان ملل متحد خواستار برگزاری دومین دهه بین المللی برای افراد آفریقایی تبار بین سالهای 2025 تا 2034 هستند. چرا که معتقدند به تضمین احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی افراد آفریقایی تبار از جمله ریشهکن کردن همه اشکال تبعیض هستند و معتقدند تا رسیدن به آن مرحله فاصله وجود دارد. دهی آینده نیاز به تمرکز قوی تری بر شناخت عدالت و توسعه است و در این حال با چالش هایی که مستقیما بر افراد آفریقایی تبار تاثیر میگذارد مقابله می کند.